در حال حاضر بیش از 20 مربی خارجی در تیم‌های ملی ورزشی کشورمون فعالیت می‌کنند و بنا به ادعای مسئولین ورزشی کشور این مربیان علاوه بر هدایت تیم‌های ملی تجربیات ورزشی خودشون رو هم به مربیان داخلی انتقال میدن. البته در سال‌های گذشته کمتر شاهد حضور مربیان خارجی در تیم‌های ملی ورزشی در ایران بودیم، اما معلوم نیست چرا بار دیگر ورزش ما با شیب تندی به سمت مربیان خارجی در حال حرکت. با کمال تأسف هیچ تناسبی بین دستمزدی که به مربیای خارجی که ما الان می‌بینیم در لیگمون هستن، برای مثال آقای مصطفی دنیزی که مربی با سابقه درخشان است، با قیمت‌های جهانی وجود نداره. الان شما برید مطالعه کنید که قیمت یواخیم لو مربی تیم ملی آلمان چقدر است، یا برت وندویک مربی تیم ملی هلند. اگر این رقمی که در مورد آقای دنیزلی گفتن درست باشه، الان مصطفی دنیزلی دستمزد سالیانش از مربی تیم ملی هلند و آلمان بیشتر هست، یا از متوسط دستمزد مربی‌های تیم لیگ برتر انگلیس که لیگ گرون و ولخرجیه باز هم بیشتر است. خب این تناسبی باید داشته باشه. متأسفانه مسئولین ما پولا رو پولای بادآورده‌ای فکر کنم به دستشون میدن و پولا رو بیهوده هزینه میکنن. آقای کیروش رو آوردیم در فوتبال، نام بزرگی روی نیمکت منچستر یونایتد، رئال مادرید، تیم ملی پرتغال نشسته، این مربی جام جهانی رو تجربه کرده. اما قطعا امکانات حرفه‌ای که این مربی مد نظرش هست ما نمیتونیم برآورده بکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ایشون پایان قرارداد 3.5 سالش با فدراسیون فوتبال ایران رو نمیبینه. این البته ارزیابی من هست، با توجه به اینکه ایشون الان کمتر از 1/4 زمان قراردادشون با فوتبال ایران رو پشت سر گذاشتن، بسیاری از مواردی که ایشون مد نظرشون بوده برآورده نشده توسط فدراسیون فوتبال، یا اگه فدراسیون فوتبال قرار بوده که نیازهای ایشون رو برآورده بکنه، باید تمام بودجه های خودش رو به تیم ملی تزریق می‌کرد. حالا خیلی مستقیم نمی‌خوایم بحث بکنیم، یه مقدار کلی‌تر هستش. ما اگه اجازه بدید وارد باشگاه نشیم، چون انقدر بحثمون کلان هست که نمیتونیم درباره باشگاه‌های فوتبال صحبت بکنیم و اینکه بله ریز نمی‌خوایم. هر اون قراردادهایی که توی باشگاه‌های فوتبال بسته شده بسیاریش مورددار هست و کمکی به فوتبال ما نکرده. ما بسیاری از مربیان خارجی که آوردیم فقط به این دلیل که سلیقه‌های حاکم بر فدراسیون‌های ما نقش داشته در ورود این مربیان به ما، به کشور ما. به هر حال این مربی اومدن، قراردادهای آنچنانی هم گاهن بسته شده و یه اتفاقات ریز و درشتی هم در ورزش ما افتاده. یه نمونهش اگه اشتباه نکنم توی یکی از این فدراسیون‌های ما بود که حقوق 12,000 یورویی پرداخت میشد به یه مربی. بله. اجازه به اصطلاح اسم فدراسیون رو بگم؟ شما میتونید بگید. ببینید در فدراسیون جودو یه مربی آوردن، بعد از 7 ماه که ناکامی پشت هم ردیف شد برای ما، سطح این مربی را سرمربی به مربی نزول دادن. من فکر میکنم این برای ورزش ما یک نمره منفی است اگر نخواهیم اسمش رو شکست بزنیم. من نمیگم برای پورسانت و درصدهای هنگفتی که از قبل قرارداد مربیان خارجی نصیب بعضی از آدم ها میشه، آدم ها فشار میارن برای اینکه مربی خارجی بیارن، نه. من میگم انشالله که تفکرات مثبتیه و برای اینکه دانش روز دنیا منتقل بشه به کشور ما این اتفاق داره میفته و مدام دارن مربیان خارجی قراردادهای ریز و درشت میبندن. ولی من میگم یه فیلتری باید وجود داشته باشه. تعریف کنید آقای جوادی، این فیلتر دقیقاً یعنی چی؟ یعنی کجا دقیقاً باید نصب بشه؟ ببینید این فیلتر باید در فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نصب بشه. البته فدراسیون‌های دیگه هم هستن، یعنی الان ما در بیش از 23 رشته نزدیک 50 بوده این مربی خارجی داریم دیگه. قضیه از فوتبال خیلی وقتی که زیادی من ریز میشم تو بسیاری از بحثام تو فوتبال، این بار هم نخواسته اسم فوتبال رو بردم. در فدراسیون‌ها، منظورم فدراسیون‌ها بود. ببینید ما یا نباید یه مربی بزرگ رو بیاریم، یا وقتی مربی بزرگ رو میاریم باید ببینیم بسترهای لازم برای کار این مربی وجود داره یا نه. مثلا همین آقای کیروش که اومد توی فوتبال، اومد گفت من اتاق فکر میخوام.
اتاق مطالعه میخوام، اتاق رایانه میخوام، اتاق مشاوره میخوام، اتاق جلسه میخوام، سالن کنفرانس میخوام. و بعد از اینکه قرارداد بسته شد، متوجه شدیم که 1/10 نیازهای این مربی در اختیار ما نیست و فدراسیون فوتبال که با زحمت، با پولی که سازمان لیگ از قبل قرارداد رایت تلویزیون و تبلیغات محیطی به دست میاره میتونه خرج خودش رو بیاره. اون یه سکه چطور؟ قافل نمیشیم آقای جوادی، یعنی بعضن مربیانی هستن که متاسفانه انقدر بیکیفیت وارد میشن که همین امکاناتی که مثلا در مورد آقای کیروش محدود محسوب میشه، واقعا به نظر من به عنوان یک بیننده، به عنوان یک علاقمند به ورزش خیلی زیاد هم هست. من درباره مربیان بیکیفیتی که میان فقط دلارهای نفتی ما رو به باد میدن اساس صحبت نمیکنم، چون کار اونها کاملا مشخصه و کارنامه مربیا، نتایجی که به دست میارن، کاری که میکنن، خودش داره میگه که اینها چه کارن. من درباره مربیانی صحبت میکنم که رقمهای هنگفتی برای قرارداد اونها هزینه میشه، مثل مثلا قرارداد آی دنیسلی، مثل قرارداد آی کیروش، آی ولاسکو. من فهم میکنم با یه مطالعه دراز مدت به استخدام فدراسیون فوتبال در اون حالات آقای ولاسکو والیبال، بله. اما همین آقای ولاسکو اگر مواردی که مد نظرشه برآورده نشه، مطمئن باشید که کار نمیکنه، چون مربی حرفه‌ای هیچ وقت کارنامش رو در اختیار افراد دیگه نمیذاره، اجازه نمیده که کارنامش رو سهلنگاری آدم های یک فدراسیون سیاه بکنن. ببینید الان آقای دنیزلی با این همه تلاشی که صورت گرفت برای اینکه ایشون به ایران بیان، میدونید که با 3 مربی خارجی آقای رویانیان در داخل کشور صحبت کردن، فقط برای ایشون به خارج از کشور رفتن و مذاکره کردن با ایشون. با توجه به مجموعه تلاش هایی که برای ایشون صورت گرفت، نمیتونه باشگاه برای ایشون شرط بذاره. هر چیزی که ایشون بگه باشگاه باید بگه چشم. خب رویه غلطی است؟ من نمیگم رویه درستیه، ولی رویه حاکم هست. خب این رویه حاکم هست، میگه من خونه خوب میخوام، باید فراهم بشه، وسیله نقلیه در اختیار میخوام، باید فراهم بشه، به هر حال این امکانات رو میخوام، باید فراهم بشه. وقتی تو اوج بیپولی باشگاه به باشگاه میگه من با نهار بازیکنام رو شما بدید، صبحونه بازیکنام رو شما بدید، این امکانات رو از نظر سخت افزاری برای بازیکنای من فراهم بکنید، باشگاه مجبوره فراهم بکنه. اما برای مربی داخلی این اتفاق نمیافته. برای مربی داخلی حتی شاید ما آدم اجیر بکنیم برای اینکه ناکامش بذاریم، و این اتفاق در فوتبال ما افتاده. پول رو خوب هزینه میکنیم به اندازه کشورهای دیگه، ولی راه استفاده از اون رو بلد نیستیم. بازیکن رو میاریم، رونیمکت میشونیمش یا استفاده ازش نمیکنیم و در نهایت با شکایتی که به فیفا میبره مجبوریم غرامت‌های سنگین بپردازیم. مربی هم به همین صورت. نمونه آخرش آیه برانکو بود که 450,000 دلار از ما از فیفا گرفت، به دلیل شکایتش به فیفا از ما گرفت. و از این دست اتفاقات در ورزش ما زیاد میاد. برای دانشجو، برای بحث دانشجو میگم ما متاسفانه بلد نیستیم استفاده درست بکنیم. پول هزینه میکنیم ولی استفاده نمیکنیم. مربی رو میاریم یا مربی بزرگی، امکانات براش فراهم نمیکنیم، دلش نمیاد که دانشش رو در اختیار ما بذاره و در نهایت به متارکه کشته میشه کار. برای داشتن این مدیریت برنامه محور ما برنامه محور نیستیم. آخه بحث اینه که ما وقتی یه فدراسیونی عوض میشه، یه مدیر جدید میاد، به دلیل اینکه شخص محوریم، شخص میخواد تفکرات خودش رو حاکم بکنه، تا آخرین پله های مدیریتی رو عوض میکنه، دبیر خودش رو، نایب رئیس خودش رو، آدم های خودش رو، کارمند خودش رو، همه رو عوض میکنه برای اینکه مدیریت خودش حاکم بشه، تفکر خودش حاکم بشه. ایگیدیوس براون رئیس فدراسیون فوتبال آلمان بود 21 سال. سال 21 که از فدراسیون فوتبال آلمان میره، 2 نفر فدراسیون فوتبال آلمان رو تحویل میگیرن ازشون. تا پایان برنامه 5 ساله 5 ایگیدیوس براون رو پیاده میکنن. چرا؟ چون اونها برنامه محورن، برنامه رو حاکم میکنن، میگن برای منافع ملی این برنامه درسته،
ولی ما میگیم سلیقه، اون چیزی که من فکر میکنم، اون چیزی که من صلاح میبینم. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که وقتی که یه فدراسیونی میره کلن زلزله اتفاق میفته در اون فدراسیون. نفر بعدی که میاد تمام هزینه های مملکت باید صرف این بشه که تفکرات ایشون حاکم بشه. به دلیل این انقلاب وحشتناکی که در تفکرات ورزشی ما حاکم میکنیم، مدام در حال تغییر هستیم، برنامه ای حاکم نیست به ما. شما ثبات مدیریت توی ورزش رو از عوامل مؤثر توی این قضیه میدونید؟ تا زمانی که ما برنامه محور نیستیم و تفکرات شخصی رو حاکم میکنیم باید ثبات وجود داشته باشه، ولی اگر برنامه ای حاکم باشه که بر اساس اون برنامه ما یه پروسه زمانی 20 ساله رو طی بکنیم، 20 تا مدیرم اگر عوض بشن طبق اون برنامه پیش میرن.